این قوطی چیه دیگه؟ از اون شکلاتایی که دوست داری خریدم. سلام، خوش اومدی. سلام، تو هم خوش اومدی. جانانم یه چند لحظه پیش رسیده، خدا حفظش کنه. از همه با معرفت تره، همیشه زنگ میزنه و حالمو میپرسه. روزای مهم اصلا یادش نمیره. یه دونه مادر بزرگ دارم. مرسی دختر گلم، بفرمایی. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم، همه چی رو به راهه. نجلا چطوره؟ اونم خوبه، میخواست از تعطیلات استفاده کنه به کارش برسه، نتونست بیاد. نیازی به توضیح نیست عزیزم، واقعا میگم همونطوری که اصلا زنگ نمیزنه و حالی نمیپرسه، تعجبی نداری که روز عیدم نیاد. ناراحت شد که نتونست بیاد، بعدا خودش زنگ میزنه. خودتو ناراحت نکن عزیزم، ایرادی نداره، من اونو اینطوری پذیرفتم. به امینه خانم بگم قهوه هاتونو درست کنه. آروم آروم. تموم شد رئیس، تموم شد. منم دیگه تموم شدم، دیگه حالی برام نمونده. هر روز همینطوری سوار کن، پیاده کن، بلند کن، بنشون، دیگه واسم جونی نمیمونه که. میخوای کم بیارمت بالا؟ تعارف نکنم. همینطوری خوبه، یه کم دیگه شروع میکنه به ناله کردن، اون موقع بلندش میکنیم. اخ رئیس، اخ. چه میخوای رئیس جو؟ من از اینجا ببر، من از این خونه ببر. خواهش میخواد یه چیزی بگه، به هم کمک کن. چی میخوای؟ چی؟ تمیزت کردم، غذاتو دادم، راحتم بذار، منم یه نفسی بکشم دیگه. منو از این جهنم ببر بیرون، دیگه طاقتی برام نمونده. به خدا گوشت آدم سنگینه، تو از پسش برنامه زنده داشت. به نظرم بهتره یه پرستار چیزی بگیری. انقدر سربار اوس شدیم که نگو، دیگه روم نمیشه بگم پرستارم بگیره. تمام خرج بیمارستان اون داده، کرایه خونه رو، هزینه اسباب کشیمونو، مغازم که همینطوریه، چند ماه درش بسته است، کرایه اونم داد. بیچاره حتی اونا رو هم انجام داد، نذاشت دست تو جیبمون بکنیم. تازه مگه پولی تو دستمون داریم؟ یه دنیا پول خرج کرد به خاطرمون، خدا رو خوش نمیاد. به خدا بسه دیگه، چشم داریم میبینیم دیگه. اگه شما بخوای عوض اعتراضی نداری، یکی رو پیدا میکنی. نه دخترم نه، من تا جایی که بتونم میکنم. چی کار کنیم؟ بلایی که به سرمون اومده دیگه، تقدیره. بریم دیگه تو. خدا شفاعت بده رئیس جون. نه رو لطفاً. آی بس کن علی رضا، بذار یه ذره استراحت کنیم. اف. برات کتاب بخونم. کجا بودیم؟ یادم رفته. مریضی رو میشه پذیرفت، محتاج بودن، عاجز بودن، اینکه اینا رو به خودم بقبولونم، انگار تلخترین چیز تو زندگی همینه. بازم خدا رو شکر، خدا شاهده، روزی که من تو بیمارستان دیدمش فکر میکردم دیگه امیدی نیست. روزی که شما رفتین آلمان منتقل شد بخش. میدونم، همون روز زنگ زده بودم. خدا خیرتون بده، حتی از راه دور یادمون بودین. الان که شما را اینجا دید خیلی خوشحال شد. آدم اصلا باورش نمیشه، این مرد این کوه بود، ببین به چه روزی افتاد. ان شاءالله سر باعث و بانیش بیاد.
هر کاری خواست کرد الان راست راست داره میچرخه. مامان. چه مامانی؟ یعنی میتاد خان نمیدونه به خاطر کی به این روز افتادی؟ خدا میدونه بهش چی گفت که به این روز افتاد. افتاده روی دستای فرخنده. معلومه که بعدش فیلم بازی کرده، داد و هوار کرده، کمک خواسته، زنگ زده، آمبولانس اومده، اونو رسونده بیمارستان. ما که رفتیم بیمارستان نمیدونی چی کارایی میکرد. هی میگفت من فکر میکردم قضیه شوکت رو میدونه. بی ادب. انگار نمیدونیم، نمیشناسیم چجور آدمیه. ما میخواستیم آروم آروم بهش بگیم. اون وقت ببین اون چی کار کرد. از شوکت چه خبر؟ چه خبری؟ آخر هفته دادگاه داره. عوضی وکیل خوب براش گرفته. ایشالله که میتونه ثابت کنه برای حفظ جون خودش بوده. میگه با کمترین مجازات آزادش میکنم. فردا میریم ملاقاتش. به زندانم عادت کردیم. درست وقتی که همه چی داشت درست میشد، دوباره همه چی کنف یکون شد. علی رضا لیلا رو بخشیده بود، حتی به من هم چیزی نگفته بود، اما پاشده بود تا اینجا اومده بود. باز میخواست همه بچه ها رو جمع کنه دور خودش، اما نشد. بازم از هم پاشیدم، بازم داغون شدم. شوکت اینجوری، نجلام اونجوری، اصلا سراغی نمیگیره. همش فکر میکنه ازش چیزی میخوای. مامان اونو ولش کن. زنده داشت، گریه نکن. رئیس میشنوه ناراحت میشه. نتونستیم یه نفس راحت تو زندگی بکشیم. همش جنگ، همش دعوا، همش هوای بچه ها تو داشته باش. صبح تا شب به فکرشون باش. بعدم محتاج غریبه هاشو. مامان بازم شروع نکن. منظورم به تو نیست دخترم، خودتو ناراحت نکن. فقط تو پیشمون موندی، فقط تو آغوشتو برامون باز کردی. حالا نجلا هیچی، حتی فکرتم نمیاد باباشو ببینه. فقط گاهی زنگ میزنه، همین. یعنی روز عید نباید بیاد؟ اونم عوض و بهونه میکنه. مامان ول کن، بازم خودتو اذیت نکن. میتاد خان غریبه نیست دخترم. فکرتم داره خودشو کنار میکشه. اگه اینجا نمیومدیم کجا میرفتیم؟ اونم بی خودی بهونه میگیره. خودش که کاری ازش بر نمیاد، از کسی هم که بهمون میرسه عصبانی میشه. همشون یه جورن، همشون. اینطوری خیلی به چشم نمیاد. وقتی تموم بشه تازه به دل میشینه. خیلی کوچک نیست؟ برای من کافیه. امید اتاق جدا نداره؟ نه، تخت اونم میذارم تو اتاق خودم. پس ما بیاییم باید کجا بمونی؟ تو سالن براتون جا میندازم عزیزم. از همه مهمتر این که به آبجی ریحان نزدیکه. به نظر من اینجا آشپزخونه است. یه خورده نیاز به تعمیرات داره. با صابخونه حرف زدم، کابینتا رو خودم درست میکنم. کم کم از کرایش کم میکنه. اگه میخوای من یه آشنا دارم. نه، من خودم یکی رو پیدا کردم. حمومم خیلی کوچیکه. ببینم. این خونه خیلی کار داره، خیلی. یواش یواش همش انجام میده. سلام. سلام مزل خان. دیروز برای وز کردن گاز اومدن، شما نبودی؟ آه، من خیلی منتظرشون موندم. فکر کردم نمیان، رفتم. این کاغذ رو براتون گذاشتم. کارتون به بعد از عید موکول شد. خیلی ممنونم. در ضمن عیدتون مبارک. ممنونم همچنین. عیدتون مبارک.
سر اون ساعتی که قرار میذارن نمیان. این اوزال خان کیه؟ صابخونه است؟ نه، همسایه بغلیمه. بعد عید اولین کاری که باید بکنم اینه. با خانمش آشنا شدی؟ ایشالله که آدمی خوبی هستن. اوزال خان زن نداره. یعنی مجرده؟ نمیدونم، اما صابخونه گفت تنها زندگی میکنه. تو هم با وجودی که میدونستی خونه رو گرفتی؟ آره. بچه ها بریم دیگه، برادرتون باید بیدار شده باشه. داریم میای. فکرت، یه سوال پرسیدم. جوابی برای سوالای احمقانت ندارم تحسین، لطفاً. اگه همسایت یه خانواده بودن بهتر نبود؟ بچه ها در بالکن رو باز کردن، نمیتونم ببندن. الان میریم. نبستیم. بچه ها میخواییم بریم. کلیداتو جا نذاری؟ برداشتم. بچه ها بریم. دمش نزن با همه این نوشتاش پاک شو. سر خانم گفت قشنگ این رو روش کنین. ایش، نه اینکه خیلی افارده، این همه واسم اون نخصه پیچید کدومش اثر کرد؟ هیچ فایده ای نداشته. این دفعه ایشالله اثر میکنه. اگه اثر کنه فکرت همین امشب بابا برمیکرده خونه. آی ایشالله. خب خیلی حرف نزن، بخون بخون، زود باش. آی قاطی کردم. 18 تا گفته بودم یا 19 تا؟ 20 20 باید 21 بار بخونی تموم شه. باش، فکرت اینجا میخوابه. باش ببینیم چی میشه. ایشالله که این مبلا مثل یخ میشه، دلش واسه خونه گرمش تنگ شه. تو این خونه بارونا بباره روش، دلش سقف خونش رو بخواد. مامان آب داخونده رو به فنا دادی. باز شما دارین چی کار میکنین؟ به تو چه؟ این هم واسه ما شده این مفتشا. اگه تو بهش رو نمیدادی و در خونتو بروش باز نمی کردی، فکرت تا الان صد بار برگشته بود خونش. ما مجبور نمی شدیم این کارا رو بکنیم. تا الان که این کارا رو کردین مگه فایده ای داشته؟ یادمون نرفته که اون همه سوزن زده بودیم به وسایل دختره. چه فایده ای داشت؟ خب الان ما یه وقتی یه کاری کردیم، چرا به رومون میاری؟ مگه چاره ای داریم؟ آخ مامان، من به تو چی بگم؟ بینه جمع کن انقدر حرف نزن، زود باش ببینم. چای دم کشید؟ آره، بریزم؟ نه، هنوز نه. اینو بگی تا فکرت نایمده نبینه بهت دادم. این چیه؟ نقل داغونده. میندازی تو چای فکرت، هرچی که بیرون از خونش بخوره مثل زهر براش میشه، برمیگرده میاد. اینا رو ول کنین خواهش میکنم. این کار فقط یه چاره داره، خودتون میدونین. تحسین باید فکرت رو قانع کنه، راه دیگه ای نداره، باید مشکل رو حل کنن. حالا معلوم شد این چله تو خونه ترشیده، عقل نداره دیگه، عقل نداره. ها دارن میان، نقمه را نگردار نگردار، اونا بم زود خوش کن. ای وای، چی شده؟ دارن دعوا میکنن. همش تقصیر تو نوری، نتونستی دعا نویس خوب پیدا کنی.
عصبانی میشی، ولی من اصلا از این کار خوشم نیمد. کدوم کار تحسین؟ از کدوم کار صحبت میکنی؟ تو یه زن تنهایی، این که همسایه کناریت یه مرد مجرده. نفهمیدم اشکالش کجاست؟ اگه خانواده داشت رفت آمد میکردین، خودت هم راحت تر بودی. این تویی که از این قضیه ناراحتی، نه من. مگه خونه دیگه ای نبود که اینجا رو گرفتی؟ وقتی خونه رو پسندیدم و قولنامه کردم، نشستم ببینم کی مجرده کی نیست. نمیدونم، من اصلا خوشم نمیاد، به نظرم درست نیست. به خاطر خودت میگم، حالا همه رو تو زوم میکنن، حتی اگه با کسی سلام علیک کنی میچسبوننش بهت، واسه حرف در میارن. تحسین، نمیخوام ناراحتت کنم، اما فکر نکن که همه اشتباه تو رو تکرار میکنن. این طرز فکرت زخممو تازه تر میکنه. دوباره یادم میندازه که چرا و چی شد که من اومدم اینجا و اینقدر خودم رو به مشقت و سختی انداختم. لطفاً این کارو نکن، اینقدر منو خسته نکن، خواهش میکنم. خونه فکرت جونتون رو پسندیدین؟ خیلی کوچیکه. چی شده؟ چرا دعوا کردن؟ کیا؟ ببین چی جوری خوشا میزنه به اون راه. این هم دیگه راه افتاده. فکرت خونه رفته، اخلاقشو واسمو یادگاری گذاشته. سرشون بره رازشون رو نمیگن. آی، اینجا چی شده؟ چرا خیسه؟ هیچی. امید بیدار نشد؟ بیدار شد، بچه ها پیششن. فکرت، چی شده دختر؟ این بازم ناراحتت کرده. از پنجره دیدم، چی میگفت ای فربر در گوشت؟ هیچی. من میرم. کجا؟ یه خورده کار دارم. روز عیدی چه کاری داری پسر؟ بیشی تو خونه؟ ریحان چای دم کرده. نوش جونتون. تحسین! امید گریه میکنه. شما آرومش کنین، منم الان شیرشو میارم. تو فرار نکن، بی اینجا بیا. با اینکه بهش رو ندم همه سرش خور میزنم، اما تو هم اینقدر قیافه نگی. دیدم چجوری باهاش حرف میزدی. نکن دخترم بسته دیگه، یعنی مجازاتش تموم نشد؟ قیافه گرفتی نتونست بیاد بشینه. نه، این انقدر لجبازه که ما زبونمونم مو در بیاره فایده نداره. ناز اون پنجه ها من فرما داداش همه دل آدم تاته میشه. شاکر چایی؟ این بازم رفته تو فرش. چه حس و حالی داره. بسار یه چایی هم به من بده. صدر. آه سلام عزیزم. تو فکر بودی؟ برای دست تکون دادم، جواب ندادی، فکر کردم ازم دلخوری. اصلا حواسم نبود. خیلی گشتم تا یه کادوی خوب برای مامانم اینا بگیرم، خیلی وقتم رو گرفت، اما بالاخره کارم رو تموم کرد. با مامانم هم حرف زدم، همه یه فامیل برای دیدن تو خیلی هیجان زدن. فردا همشون میان فرودگاه برای استقبال. یادم باشه به مامان تینا بگم که وقتی یه لشکر آدم دیدن نترسن. فامیلای ما اینجوری هن دیگه، یه دیدی با ساز و دهل اومدن. رفتم شوکت رو دیدم. خواهش میکنم قیافت اینجوری نکن، باید میرفتم. Thank you.
امیر لطفا. هیچ دلیلی وجود نداره که بخوای حسودی کنی. معلومه به کسی که به خاطر قتل تو زندان حسودی نمی کنه. من به خاطر فکرهایی که اون در مورد تو میکنه حسودی میشه. فکری که شوکت در مورد من میکنه به خاطر جایگاهی بود که خودم بهش دادم. تو این چیزا هر کسی یه بهونه‌هایی برای خودش داره. به هر حال یه جایی تو دنیای خودش باز میکنه. من بالاترین جایی ممکنو بهش دادم. هر بار خطا کرد و افتاد بلندش کردم و گذاشتمش یه جایی بالاتر. یه قهرمان برای خودم درست کرده بودم. نمیخواستم زمین خوردنشو ببینم. همش همینه. همش همین نیست صدف. تو به خاطر اون کشورتو ترک کردی. رفتم که اونم برای خودش از من یه قهرمان نسازه. تو زندگی برای شخصیت‌های ساختگی جایی نیست. الان اینو فهمیدم. اون یه زمانی با رفتارش منو جذب کرد. اما الان خیلی فرق میکنه. براش ناراحت میشم. تنها حسی که بهم منتقل میکنه تأسفه. حرفمو باور میکنی؟ من تو رو دوست دارم. تو هم اگه واقعا دوستم داری باور میکنی. گرسنه‌ای پسرم، الان شما میارم. عجله نکنین لیلا. دخترم بیا دیگه، یکم عجله کن. دارم میام. بچه گشنه و تشنه اومده، زودتر غذاشو بخوره. خجالت بکش خیریه خانم. ببین دوره کی مثل پروانه میچرخی. برات متاسفم، دلم برای تو هم میسوزه. از اون سوپی که دوست داری درست کردم. دستتون درد نکنه. کوفتم هست. دیروز گفته بودی هوس کردی، زود درست کردم. عایشه، حوله های حمومو عوض کردی؟ بله. حوله هم تمیزن. تو برو غذای باباتو بده، عایشه به من کمک کنه. برو دخترم، برو. آیشه، برو به مامان کمک کن. من غذای بابا رو میدم. بیا بابا، دهنتو باز کن. از اینجا برو. بخور، باید دوا بخوری. برو، تو رو نمیخوام. اگه اینجوری کنی که خوب نمیشی. فقط یه چیز از خدا میخوام، اینکه از این عذاب راحت بشم. لطفا ناراحتم نکن. پس چرا عایشه بهت میده میخوری؟ قضا از دسته تو مزی زهر میده. نمیخوام، برو. بابا منو ول کن. برو تو هم به اون یارو خدمت کن. اوف، چی شده؟ هر کاری کنم همینه دیگه، بسته به خدا. عایشه برو غذاشو بده، از دست من نمیخوره. مریضا همشون همینطوری لجبازن، اصلا دلشون برای بقیه نمیسوزه. دختره با این حالش زحمت میکشه، بازم به نظرش نمیاد. ول کن دخترم، محل نذار. آره محل نذارین. مثل وقتی که سالم بودم اصلا منو به حساب نیارین. بدنم حس نداره، ولی چشمم میبینه و گوشم همه چی رو میشنوه. هنوز که نمردم، زنده‌ام. بیا بشین پسرم، بیا. تو هم بشین لیلا، بقیه‌شو من انجام میدم. باز چی شده؟ چیز جدیدی نیست. بشین من جواب میدم. الو شوکت؟
سلامتی، تو چه خبر؟ مامان، داداشم زنگ زده. اصلا وقت ندارم، الان قطع میشه، گوشی رو بده به بابا. گوشی رو بده من. لیلا هم کارت داره. مامان بودو، فردا میای ملاقات. باش، الان گوشی رو بده به بابا لطفا. بده بسرم. یه لحظه شوکت، فردا میام، بازم حرف میزنیم، وکیل داره کاراتو میکنه. بده پسرم دیگه. راحت باش، گوشی رو میدم مامانت. بابام شوکت، پسرم. بعدش بده من. عیدت مبارک مامان جان. همچنین عزیزم، تو چطوری؟ خوبی؟ خوبم. میشه گوشی رو بدی به بابا؟ سب کن، حالا دو کلمه حرف بزنیم، خیلی دلم برات تنگ شده. شما رو فردا میتونم ببینم، الان لطفا گوشی رو بدیم به بابا، خواهش میکنم. باش. علی رضا شوکت تو رو میخواد. با چه جرأتی؟ با چه روی منو میخواد؟ بابا میشنوه. لسنشو گوش بده دیگه. بابا خیلی دوستت دارم، فقط میخواستم همینو بگم، خیلی دوستت دارم. بچه رو ناراحت نکن بابا. هیجان زده شده پسرم. قطع شد. دیدی چی کار کردی؟ ها؟ آخه تو چه جور آدمی هستی؟ دیگه چی بگم؟ نمیخوام گوش بدم، نمیخوام صداشو بشنوم. خیریه، اون یه نفر رو کشته، جون یه آدم رو گرفته. خدا میدونه چقدر ناراحت شد. خجالت نمیکشی نه؟ کسی که باید خجالت بکشه اونه. هنوزم روش میشه با من حرف بزنه؟ تو چه حقی داری منو وادار کنی باهاش حرف بزنم؟ من با جانی ها و خائن ها کاری ندارم، حتی اگه پسرم باشه. ببین چجوری چپ نگاه میکنه. زشته به خدا، زشته این کارا. خیلی خب، بریم بیرون بچه ها. تو هم برو سر میز عایشه. اینم بخور که بشقابو ببرم. زود باش دیگه، بچه منتظرن شام بخورن. نمیخوری نخور دیگه، نمیتونم نازتو بکشم. تنها بمون که عقلت سر جاش بیاد. باش، جلوتو نگاه. اینقدر کور نزن، تو هم معلوم نیست امروز چه مردته. برو تو، برو. اینو بگی ببینم. موسیقی
فکرت عزیز دلم، عزیزم، گریه کن، خودتو نگه ندار. ازشون سیر نشده ولی بازم لجبازی میکنه. مامان هر دفعه همینجوری پشت سرشون گریه میکنه. تو که اینقدر دوستشون داری چرا کشش میدی دخترم؟ تو اینجا داری اذیت میشی، اونا اونجا. حیف نیست؟ مامان شما کاری نداشته باش لطفا. من به خاطر خودشون میگم. اینجوری فکرت بیشتر ناراحت میشه. نه اشکالی نداره، الان برمیگردم. دفعه بعد که بیان بازم همینه. ببین چجوری این بچه ها رو خسته میدینا، بگم خدا چی کارتون کنه. مثلا عیده اومدیم دوره هم باشیم، باز با هم دعوا میکنیم. مشکل چی بود بگو ببینم. نگاه کن اصلا محل نمیذاره با تو هم. بله ماما. چرا دعوا کردین؟ چی شده بود که رفتی ها؟ گفتم که کار داشتم. نکنه برای این که بری دیدن خونه یه نفر دیگه مخصوصا دعوا را انداختی. مامان چه فکرایی میکنی ها؟ خب بگو بدونم تا شب کجا بودی؟ رفتم دنبال خونه. چه خونه ای؟ خونه یعنی خونه دیگه. فکرت جون که خونه گرفته دیگه، چرا رفتی دنبال خونه؟ بابا خونه فکرت جون رو نپسندید باهوش. بهونه گیری نکن، کوچیکه ولی به ریحان نزدیکه. برای خودمون دنبال خونه بودم. چی؟ فکر کردم که اگه ما بیایم اینجا خب خیلی خوب میشه، درست میگم؟ بگو جونه ماما. آروم باشی بابا جون، تو جدی میگی؟ با ما شوخی که نمی کنی نه؟ نه ماما. زنده باد بابا، زنده باد. مدرسه مون چی میشه؟ کار خودت. منتقلتون میکنیم، اینجا میرین مدرسه، منم دفتر رو میارم اینجا. هفته یکی دو روزم میرم آداپازار رو میام دیگه. فکر همه جشم کرده سپل خان. تازه از برادرتونم دور نمیمونی. آره خیلی خوبه، حالا تونستی خونه پیدا کنی؟ از یه جا خوشم اومد. تا ببینی، منتظر خبرم. هرچی خیلی، هر روز امینو میبینیم به زنگادش شداش. تنکم زرنگ نیستی آفری، به قول معروفت دل برود هران کردیده برم. باید جلو چش هم دیگه باشیم. خوبه خوبه، این خبه خیلی خوشحال شدن. تو جا به جای خونه شادی هست. الو چه خبر؟ راه افتادیم؟ تازه راه افتادیم، تو راهیم. فردا میتونیم بریم بیرون؟ الان نمیدونم، بعدن حرف بزنیم. گفتی جورش میکنی دیگه. بعدن لطفاً. تو خوبی؟ نه شوکه شدم. میخواییم بیایم استانبول. چی؟ به سلامتی ایشالله. بعد از شام برای برادرت لباسای تمیز آماده میکنم، شیرنی هم درست میکنم، فردا ببریم. مگه شما نمیایین؟ پس علی رضا رو چی کار کنم؟ خب اونم میبریم، میشینه تو ماشین. من تو خونه مواظب بابام هستم. نه نمیشه، خواهرت راست میگه، میاد میشینه تو ماشین. تو ماشین اذیت میشه. باید به دوستم زنگ بزنم. ببین نجلا خانم چجوری از بچه استفاده میکنه؟ برای اینکه بفهمه اینجا چه خبره این موبایل رو براش خریده.
الو چه خبر عیشه جون؟ سلامتی، تو چه خبر؟ منم سلامتی، عیدت مبارک باشه. همچنین. پول ریختم به حسابت عزیزم، مامان گرفت؟ نه نگرفت. چرا؟ برای اینکه برای عیدت خرید کنی پول فرستادم. مامان هم از اون استفاده نمی کنه، برام پس اندازش می کنه. بابا چطوره؟ همونطوریه، یه کم پیش داداشم زنگ زد. آها، میخواست با بابام حرف بزنه ولی حال بابام بد شد، عصبانی شد. باشه عزیزم، بعدن حرف میزنیم. اینقدر عصبانی شد که داد زد. میبوسمت عایشه جون، شبت بخیر. سلام. خوش اومدی. فکر میکردم شب برای شام میمونی، زود اومدی. منم فکر میکردم با هم شام میخوریم ولی بازم زیادی اضافه کاری کردی. وقتی تو شرکت کسی نیست آدم نمیفهمه چقدر کار میکنه. معلومه که خیلی سرگرم بودی، حتی به تلفنم هم جواب ندادی. سایلنتش کرده بودم، الان دیدم. برم یه چیزی برات درست کنم. تو گرسنه نیستی؟ نه، تو شرکت چیزی خوردم. لباسمو عوض کنم یه چیزی درست میکنم. لازم نیست، منم گرسنه نیستم. مامان بزرگت چطور بود؟ خوب بود. جانانم اونجا بود. واقعا؟ خوبه؟ من نمیدونستم میاد. اومده بود عیدو به مادر بزرگم تبریک بگه. لزومی نداره توضیح بدی. آره ولی خواستم بدونی. میدونم جانان هنوز با خانوادت در ارتباطه، حتی اینکه به اونا از من نزدیکتره. تو هم با خانواده اون در ارتباطی، اشکالش چیه؟ بایدم اینطور باشه. از نظر من مشکلی نیست، اصلا ناراحت نمیشم، مطمئن باش. این چیزا برای من مهم نیست. حتی منم برات مهم نیستم. علی، من دارم سخت کار میکنم. میرم تو کار با هم. باشه. بعدش یه نگاهی به طرها میندازی؟ صدف، میگم فردا تو راه اینو بپوشم، نظرت چیه؟ خیلی خوبه. خیلی سبکه، تو هواپیما باهاش راحتم. کفش تختم هم میپوشم، یه کفش پاشنه بلندم برداشتم، کافیه؟ خودت میدونی. تو وسایلتو برداشتی؟ تقریبا. زودتر کاراتو بکن بخواب، صبح باید زود بیدارشیم. باشه. شوکت، من شجاعت مردن رو دارم اما شجاعت گفتن به تو رو ندارم. دوستت دارم. خداحافظ عشقم، تو رو همیشه با غمی که تو دلم دارم تو قلبم نگه میدارم. صدف. Thank you.
امانتی تو بگیر. خیلی خجالت میکشم. از این که خودکشی کردی؟ آره، اما از این که حرف دلتو زدی خجالت نکش دخترم. عشق یه احساسه که تو هم باید داشته باشی. تو از همه چیز مهمتری، اینو یادت نره ها؟ ازتون ممنونم. دخترم فکرت، وقتی که بدبختی تازه به سراغمون اومده بود، وقتی که اولین شعله ها احاطمون کرده بودن، وقتی که برای اینکه شاهد بی آبرویمون نباشی و میرفتی به من چی گفتی؟ گفتی اگه ناراحت بودی بیا پیش من. گفته بودی مثل بچم ازت مواظبت میکنم. بابا جونه، الان بهت محتاجم فکرت. من رو بردار ببر دخترم، نظر پیش کسی که آشیانمونو خراب کرد بمونم. حکمشو صادر کردم. نمیخوام بشنوم فکرت. من نمیخواستم بیام اینجا، به زور آوردنم. چون گفتم شاید تو رو میبینم، هیچی نگفتم. خواستم از من بشنوی. منتظر اونا نشدم، اومدم. بابا جون حکم دادن. گفتم نمیخوام چیزی بشنوم. شوکت محکوم شد. شوکت منو کشت. وقتی جون اون آدمو میگرفت منم کشت. قاضی قبول نکرد که برای دفاع از خودش شلیک کرده. ساکت باش، برام تعریف نکن، نمیخوام بدونم. به 24 سال زندان محکوم شد. 24 سال؟ البته وکیل اعتراض میکنه، از دادگاه میخواد که تجدید نظر کنه. مگه خون اون یارو از دستاش پاک میشه؟ بابا جون، بابا جون. عشق چشمامون چطوری وجدانمونو پاک میکنه؟ اگه نمیام ببینمت خواهش میکنم ناراحت نشو. نمیتونم بیام تو اون خونه، بازم بیرون میبینمت. مامان میارتت خونه من. به زودی دارم جا به جا میشم. به خاطر شما خونه ی طبقه همکف گرفتم. الان دیگه باید برم. لطفا ناراحت نشو بابا، تو اعصابتو خرد نکن. شوکت پسرم. داداش، داداش جونم. بیا عزیزم، بیا بریم تو ماشین. نه. Oh, my God.
باعث بزرگترین شکست زندگیم و تلخترین تجربه زندگیم تو بودی. باعث خجالتی. آخه این انصاف نیست، انصاف نیست. اعتراض میکنیم، اعتراض میکنیم. نگران نباش شوکت، اعتراض میکنیم پسرم. تجدید نظر میکنن عزیزم، نگران نباش پسرم. شوکت بزیگم بلک کن. لیلا بس کن، بشین تو ماشین، حالت بد میشه. 24 سال تو زندانه. این وکیل کجاش خوب بود؟ مگه نگفتی کارش درسته؟ آن آروم باش، لطفاً آروم باش. اینطوری به هم قول دادی، گفتی نجاتش میدی، گفتی کمترین مجازاتو میگیره. خب هیچ کس فکرشو نمیکرد لیلا. داداشم داره میره، به خاطر تو بهتری سالای عمرشو تو زندان میمونی، اون به جای تو میره زندان. عزیزم آروم باش. نمیتونم، نمیتونم، ایشالله خدا ذلیلت کنه. لیلا اون زندگیشو فدا کرد که بچه ای من بی پدر بزرگ نشه، خودشو به خاطر تو قربانی کرد، ولی تو به خاطر اون کاری نکردی، سر قولت نموندی. باشه تو برو تو ماشین لیلا. داداشمو نابود کردی. شوکت بیگناه، اون قاتل نیست، قاتل ها این جهان روبروی منم، اینقدر پر روند که تو چشمام نگاه میکنن. از روزی که قدم نحسشون تو زندگیمون گذاشتن، بچه هامو یکی یکی ازم جدا کردن. حالا هر دوتاشون، حالا هر دوتا دشمنم روبروی منم. اون وقت من اینقدر عاجزم که حتی نمیتونم برای بیگناه بودن پسر. ولش کن آبجی، تو هم حالش خوش نیست. خواهر جون آخ عزیزم، آخ آخ آخ. بلم کن. آرومتر لیلا، مواظب باش لیلا. گم شو، راحتم بذار. داد نزن، میشنون. بابام شنید، دیگه برام مهم نیست، همه بشنون. پرت و پلا نگو، بابا چیزی نشنید. شنید. ندیدی تو راه چجوری بیتابی میکرد؟ ندیدی چجوری با نفرت نگاه میکرد؟ چیزی نشنید. اون که نمیفهمه، آخه چی میخواد بفهمه؟ رو قولت وای نستادی، داداشمو نجات ندادی. هر کاری تونستم کردم. اجازه نمیدم 24 سال تو زندون بمونه. دیگه ساکت نمیمونم، به همه میگم. به خودت بیا، هنوز چیزی تموم نشده. اعتراض دادیم، تجدید نظر میکنم. خفه شو، دیگه حرفاتو باور نمیکنم، میرم حرف میزنم، خودت مجازاتتو میکشی. بس بابا، اگه شوکت جای من رفته زندان، منم این بیرون دارم جورشو میکشم. مگه خرج بابا و مامان و خواهرتو نمیدم؟ هر چقدر دلت میخواد حرف بزن، حرف بزن دیگه، همه تون یه جا دست خالی میمونیم. حرف بزن و داداشتو خلاص کن دیگه، آینده یه بچه‌مونو خراب کن. زود باش، ده بودو، کسی جلوتو نمیگیره. بسه بابا، اگه یه بار دیگه منو اینجوری تهدید کنی خودت بد میبینی. ممنون پسرم، از اینجا به بعد خودمون میبریم. آی مواظب باش. داد نزن، داد نزن. برو. کجا میری پسرم؟ سر کار. کسافت، پس فطرت، قاتل، قاتله. باشه باشه علی رضا خان، باشه. بس تو رو خدا، بسه. مردم بابا. باشه باشه، بیا 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 بشین اینجا، رنگ و رود حسابی پریده.
آیشه برای مامان دلکل بیار دخترم. آخ عزیزم آخ. وکیلش ما رو امیدوار کرده بود، گفت 6 سال خیلی بشه، 7 سال بهش حبس میدم. 24 سال خواهرم، یه عمره. آها بده به مامانت، بده صبر کن یکم بزنم به دستت. نه نه نمیخوام نمیخوام. برات خوبه، جوونیشو به باد داد، اون همه سال مگه تمومی داره؟ چی بگم آخه، خدا به دادش برسه. فکرت اومد؟ نجلا چی؟ مگه ما براش مهمیم که بیاد؟ چه خبرته؟ تو چی میخوای؟ واسه چی داد میزنیم؟ آخه واسه چی؟ میخوای تو این حال و روز با تو هم کل کل کنم؟ خب بشی سر جد دیگه، بذار یه نفسی بکشم. من بهش میرسم، برو کنار. این مرد اصلا رحم نداره، کل راهو فقط یه ریز نق زد، مغزمونو خورد، هنوزم داره قر میزنه. گناه داره، چی کار کنه؟ تو رو خدا مگه من گناه ندارم؟ خسته شدم، بریدم دیگه. خبر نداری خیریه؟ نمیدونی چه جوری بازیمون دادن. گریه نکن آیشم، امروز مامانم خیلی ناراحته، به خاطر اونه، وگرنه از دست شما عصبانی نمیشه، از ناراحتی نمیدونه چی میگه. آیشه داداشت قاتل نیست، کار شوکت نبوده. آیشه شنیدم دخترم، اون کثافت مجرمه. ناراحت نشو، اون پس فطرت مجرمه، خواهرت هم شریک جرمشه، اونم خبر داره، ازمون پنهون میکنن. گشنته؟ داداشت خودشو فدا کرده، آبجید به خاطر منافع خودش زندگی برادرش نابود کرده. دخترم چشم رو انگ قاتل بودن داداشت بسته، شخصیتمونو زیر پاش له کرده. تشنته؟ یه بار دیگه با طرفداری از اون مرده هممونو له کرد. گریه نکن دیگه بسته، ببین منم ناراحت میشم. و به من کمک کن داداشتو از دست اینو نجات بدیم. عرق کردی؟ گرمته؟ کتتو در بیارم؟ کمک کن، یکی به من کمک کنه، خواهش میکنم یکی کمکم کنه. چی شده؟ فرخونده 24 سال. چی؟ خیلی زیاده، بد جوری به هم ریختی. فکر نمی کردم این همه باشه. راستش منم همینطور، ولی چی کار میشه کرد؟ یه نفر رو کشته، مجازاتش هرچی باشه باید بکشه. اوز اونجا بود؟ به جز نجلا همشون اونجا بودن، حتی علی رضا خانم آورده بودن. نه بابا، تو جلسه دادگاه نبود، منم موقعی رفتن دیدمش، تو ماشین نشسته بود. اونم تو رو دید؟ اونجا مطروی لجبازی جلوی مرد سبز شد یاره؟ تو دیگه کی هستی؟ شوکت
شاکر پسر. بیا بریم دیگه. تو هنوزم اینجا بایستدی؟ مامان آروم باش، خجالت نمی کشه پاشده اومده اینجا؟ چی کار داری؟ بر چی اومدی؟ خسته نشدی از بس مثل لاش خوربالی سرمون چرده؟ مامان آروم باش. اومده بدبختی ما رو تماشا کنه، داری هضم میکنی؟ بی آبرو. سوارشین دیگه بیا. اینم سرمون اومد، دیدی؟ خوشت اومد؟ خیالت راحت شد؟ خیالت راحت شد؟ آره اصلا خوشم نیومد. مامان بیا، من باورم نمیشه شوکت کسی رو بکشه. ببین هنوزم داره حرف میزنه، مسخره میکنه. ببین چه جوری میره رو اعصابمون. گم شد دیگه. شوکت ممکنه آدم بی دست و پای باشه، ممکنه شخصیتش ضعیف باشه، ولی امکان نداره قاتل باشه. بهتره دیگه بریم. مامان بیا بریم تو ماشین. خدا بگم چی کارت کنه. لیلا، آیشه، شما هم سوار شید. برو جونم. شوکت نمیتونه کسی رو بکشه. سرحات. بله زن داداش. خیلی ممنونم که اومدی. خواهش میکنم. تو همچین روزی منو تنها نذاشتی، ممنون. داداشت اگه میدی تنهام نذاشتی خیلی خوشحال میشد. لطفا دنبال اون قضیه رو بگیر، به خاطر داداشت. زن داداش، به خاطر تو پیگیری میکنم، نگران نباش، به هم اعتماد کن. ممنون. مجبوره قبول کنه. برای خودت چایی بریز. هی کجایی؟ چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ راجع به این ویسی چی میدونی؟ بی خیال شو بابا، مرد دیگه، تموم شد. خانوادش رو میشناسی؟ نه بابا، از کجا بشناسم؟ فقط یکی دو بار دیده بودمش. یه بار برای دعوا با اوز اومده بود خونه، یه بارم که با تو بودیم دیگه اومد و رفت، فقط همین. پس یعنی تو دیدی با اوز دعوا کردن؟ من رفته بودم خانو بذارم خونه. اوه ببین کی اومده. خان بیا بغلم، بیا ببینم. آه گریه واسه چیه؟ یه بوس به امو بده، بوس بده. بیا پسرم، بیا عزیزم. ببین منو یادش رفته. هرچن بگذاره، ما دیگه میریم، فردا با هم صحبت میکنیم. روز بخیر سرکار خانم. چه خبره؟ اینا کیان؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ یکم کار دارم، اومدم خانو بذارم اینجا. امروز اینجا بمونه، فردا میبرمش. خب یه خبر میدادی، دفعه پیشم بی خبر آوردیش. باباشی، وظیفته.
کاری به خان ندارم، ولی تو نمیتونی هر وقت دلت خواست پاشی بیای اینجا. مثلا چرا؟ من زن تو هم، اینجا خونه پسر منم هست. تو منو بیخیال شو، جواب بده اینا کی بودن؟ خانو از کجا میشناختن؟ اونان؟ آره، همونایی که خانو دزدیده بودن. تو هنوزم با اونایی، باهاشون کار میکنی. تو چقدر آدم عاجز و بدبختی هستی. خفه شو، اعصاب منو خورد نکن. اوز انکار کرد ولی من بهش شک کردم. چرا اینو بهم نگفتی؟ نمیدونم، حرفش پیش نیومده بود. مسائل مهمتری داشتیم که بخوایم راجبش حرف بزنیم. ولی اینا مهمه، رئیس اوزه، همیشه با هم بحث داشتن. تو شنیدی اوزو تهدید میکرده؟ به دزدیدن خان شک داری؟ خب مرده با اوز مشکل داشت، ولی شوکت حسابشو رسیده. آره؟ شوکتی که از اوز متنفر بود، برای اینکه اون راحت بشه رفت و آدم کشت. تو میخوای چی بگی؟ فعلا هیچی. زیاد برات بریدن داداش. تو که میگفتی دفاع خود بوده. قاضی قبول نکرده دیگه. خدا صبرت کنه. خدا صبرت بده. خدا کمکت کنه. خدا کمکت کنه. خدا بهت کمک کنه. به حکم اعتراض میکنی؟ نگران نباش، حکمت حداقل نصفه. اون مرده بود بهش میگفتن حاکف کفدار، به اونم گفتن تبرئه میشی، حبس ابد خورد. حرف نزن بینی. تو که نبودی پست اومد. ممنون. شوکت، معذرت میخوام که نامم دیر شد. این اواخر مشغول آماده کردن خونه جدیدمم. برای آماده کردن سفارشام شب و روز کار میکنم، البته وقتایی که امید بذاره. ولی حتما دادگاهو میام، میبینمت. از این به بعد منتظر نامه ها تو آدرس جدیدم هستم. میبوسمت. فکرت. داداش جونم، فرصت نشد روز عید پیش مامانم حرف بزنیم. بازم حرفایی که میخواستم بهت بزنم تو دلم موند، ولی مطمئنم میدونی چقدر بهت مدیونم. دیروز رفتم دکتر، گفت بچم حالش خیلی خوبه. هر روزی که میگذره حرکتشو بیشتر حس میکنم، و همینطور این که چقدر به تو بدهکارم. داداش جونم، بابام همون جوریه که بود. به درمانش ادامه میدیم، داروهاشو به موقع میخوره، هممون حواسمون بهش هست، عوض براش کم و کسری نمیذاره. هر کاری از دستش برمیاد میکنه تا بابام راحت باشه. خیلی بهش اهمیت میده. به مامان و عایشم همینطور. خیالت راحت باشه، اصلا مشکلی ندارن، نگران اونام نباش.
کارای اوزم خیلی خوب پیش میره. اینجا همه چی رو به راهه. بابارم میارم دادگاه. شاید اعتراض کنه و نخواد، ولی هر جور باشه میارمش. حداقل همو ببینیم. ایشالا همون جوری میشه که میخوای. خیلی دوستت دارم داداش عزیزم لیلا. تو دیگه برو، برو تو، بازم سر میزنم. خدافظ. ممنون که اومدی. عایشه؟ بله. عایشه دخترم، چرا جواب نمیدی؟ تو هم یه چیزت شده ها؟ جواب دادم دیگه، نشنیدی؟ دخترم لباسا رو از حیاط جمع کن، امروز اصلا حال و حوصله ندارم. چیه؟ قرص تو میخوای؟ هنوز وقتش نشده. چیه؟ چیه؟ دارم میگم هنوز وقتش نیست. قرصو نمیگه، یه چیز دیگه میخواد بگه. آره خیریه. آره خبر نداری، شوکت بیگناهه. آروم نمیگیره که. ای کاش نمیبردیمش، خسته شد، خیلی ناراحت شده. آره ناراحت شدی؟ حالا روز بچه تو دیدی؟ دستبند تو دستشه بین پلیسا. آخ خیریه. آخ هنر خودته. حرفی نبود به بچه نزده باشی، فقط برای اینکه خودشو به تو بقبولانه به این در اون در زد. اون وقت تو چی؟ ها؟ فقط بهش زخم زبون زدی، یه روزم پشتش وانش زدی. بس به هم ظلم نکن، انصاف داشته باش خیریه. تو ظاهر پشتش وایستادی، اما همیشه راهشو بستی، همیشه فشار روش بود. ای وای بابام چی میگه، ای وای بابام چی فکر میکنه. بچه رو ترسو بار آوردی، نتونست به خودش اعتماد کنه. بچه رو از زندگی دل سرد کردی، دل سرد. مامان تو رو خود اینطوری نگو، اینجوری حرف نزن. میزدی تو سر بچه‌م که به هیچ دردی نمیخوری. موقع بردنش میدونی چی بهم گفت؟ گفت به بابام بگو بالاخره به یه دردی خوردم. آره به یه دردی خورد دیگه، بلایی که رو سر خواهرش بود و کشت. اون نکرد. بچه برای این که خودشو به تو ثابت کنه آدم کشت. نه خیریه، نه. تو هم داری با اون مجازات میشی. مامان حرف نزن. اصلا نخ نزن. هر بلایی سرت اومده، هر چی سر ما آوردی، باعث و بانیش خودتی. کاش گوشم نمیشنید، این حرفاتو نمیشنیدم. کاش چشمم نمیدید، مجبور نبودم تو صورت اون قاتل نگاه کنم. خدا جونمو میگرفت نمیافتادم زیر دست این بیوفایی و این ظلمو نمیدیدین. آه شوکت، پسر احمقم، تو خودتو فدای کیا کردی؟ گریه نکن خرگوشک من، گریه نکن جونم، من هنوز نمردم، داداشتو نجات میدم، هم تو رو هم خودمو نجات میدم، قسم میخورم نجات میدم. بیا
بیا ببین کی اومده. تحسین اومده. ولی نمیدونی چه سورپرایزی واسات داره. خوش اومدی. ببخشید بی خبر اومدم. اول رفتم خونه ریحان، کسی اونجا نبود، حد زدم اینجا باشین. فردا اساس میارم. امروز اومدیم اینجا کارا رو تموم کنیم. اونا رو بذار زمین دیگه. اوه، بازم وسایل بافتنی خریده. خیلی کار میکنه. به خدا تا نصفه های شب نور چشمشو میذاره. امید آروم بود؟ داشت بیتابیو شروع میکرد که یهو تحسین رسید. من برم یه قهوه درست کنم، خستگیمون در بره. شما هم حرف بزنیم. تحسین برات خبره یه خوشی داره. جواهر خانم چطورن؟ خوبه. بهت سلام رسوند. سلامت باشه. بچه ها چی کار میکنن؟ اونا هم خوبه. خوشحالن که قراره بیان استانبول. ما هم تصمیم گرفتیم بیام اینجا. واقعا؟ مبارک باشه. انگار زیاد خوشت نیمه. خب مهم تصمیم خودتونه. فکر کردم که بچه ها نزدیک داداششون باشن. به نظر تو بهتر نیست؟ معلومه که خوبه. خوبه. نزدیک همینجا یه خونه پیدا کردم. بچه ها راحت میان و میرن. بازم دنیز کمکت میکنه. فهمیدم. انتقالی مدرسه بچه ها رو که ردیف کردم، بعدش اساس کشی میکنیم. دیگه نمیپرسم جواهر خانم رو چطوری راضی کردی. اول خاله نوری نساینه رفتن، بعدم تو. اونم اونجا خیلی تنها مونده بود. فکرت، تحسین رو که دیدم کلن یادم رفت. دادگاه چی شد؟ امروز بود. چی شد؟ 24 سال براش بریده. چی میگی؟ ای خدای من، خیلی نیست. من برم قهوه رو نگاه کنم. حواسم به خونه پیدا کردن بود، کلن یادم رفته بود. فکرت معذرت میخوام. چیزی نیست که بخوای معذرت بخوای. مگه میشه؟ دلم میخواست تو همچین روزی کنارت بودم. واحدهای خدماتی اینجان. به صورت دوتا بولیک مجزا قرار میگیره. اینجوری ساختمون اصلی فضای بازتری پیدا میکنه. خیلی بهتر میشه. کاملا درسته. راهش همینه دیگه. تو این شرایط همونطوری که شما خواستین سالن اجتماعات به جای ساختمون یک تو سه ساخته میشه. ببخشید. تا اونجایی که من میدونم بیرون آوردن واحدهای خدماتی از ساختمون اصلی مخالف قوانین مهندسیه. از نظر ما مشکلی نداره. و من الان خبردار میشم که پروژه به این شکل تغییر کرده. بعد از جلسه‌ای که دیروز با آقای نهاد داشتیم دوباره روش کار کردیم. ولی من به شما تأکید کرده بودم روی مواردی که خلاف قوانین مهندسی اصرار نکنین. علی آقا، مسئولیتش با ماست. اگه از نظر قانونی هم مشکل داشته باشه، طرف حسابشون ماییم. ببخشید. نمیخوام اسم گروه شرکت‌های سارپر قاطی هر نوع عمل خلاف قانونی بشه. تغییراتی که روی پروژه اولی انجام دادین رو تایید می‌کنم. ولی به هیچ وجه با این موافق نیستم. علی آقا، چون خواستیم با شما همکاری کنیم، پیشنهاد بقیه شرکت‌ها رو رد کردیم. وقت ما رو تلف کردید. متاسفم. قبل از اینکه اینطوری بخوایم تموم کنیم، به نظر من بهتره یه خورده دیگه روش فکر کنیم. ما یه بار دیگه با علی آقا راجع به این موضوع حرف میزنیم. مطمئنم به یه نقطه مشترک میرسیم. ظاهرا تو فکر نجلا خانم یه راه چاره‌ای هست که به ذهن من نمیرسه. هنوز بهم نگفته. اینقدرم سادیم که پیش مشتریمون اینا رو میگیم. پس مجدداً یه جلسه دیگه میذاریم. معذرت میخوام.
الو آبجی، چرا زنگ نمیزنی؟ عزیزم کار دارم، سر کارم. اصلا نگران داداشم نشدی؟ معلومه که نگران شدم، ولی امروز خیلی سرم شلوغه. 24 سال میره زندان. الو الو آبجی، فهمیدم. چیو فهمیدی؟ بهت گفتم 24 سال. باش عزیزم، بعدم بهت زنگ میزنم. زنگ نزن، نمیخوام. تو به هیچ کدوم ما زنگ نزن. آیشه عزیزم، تو یه جلسه مهمم، بعدن حرف میزنیم. دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم. تو ما رو نمیخوای، منم تو رو نمیخوام. آروم باش، گفتم زنگ میزنم. اصلا حواست به ما نیست، به جز خودت به فکر هیچ کس نیستی. دیگه تو رو دوست ندارم. ببخشید، باید جواب میدادم. خیلی خوب، کجا بودی؟ گفتیم اگه شد تصمیم مشترکمون رو تو جلسه بعدی مطرح کنی. خوبه؟ آیشه عزیزم، بیا پیش من. آیشه، کار خونه که تمومی نداره، باید برم خرید. لباسامو عوض کنم برم دیگه. پوشک باباتم تموم شده، یه سرم برم داروخونه. ببین تو این سن چه عذابی میکشم. آیشه من، گریه نکن کوچولوی من. زنگ زدم به آبجی نچلا. ای کاش زنگ نمیزدی. اصلا از داداشم نپرسید، حتی نگرانم نیست. پشت تلفنم که گفتم اصلا تعجب نکرد، گفت کار دارم، منو از سرش واکر. اولو جدیه شوهر شرمنده میکنی، برای همین از ما فاصله میگیره. یه جوری رفتار میکنی که انگار از این خانواده نیست. اون دیگه اولویت های دیگه ای داره، کارش، پولش، دور و بریای جدیدش. درک میکنم که نیاد تو این خونه، آبجی فکرتم نمیاد. آخه اینجا که دیگه خونه ما نیست، خونه دشمنه. ولی آبجی نجنام اینی خیالش نیست، پول داره، کار داره، میتونه خرج تو رو بده. چرا اون به ما کمک نمیکنه؟ عزیزم اون خیلی وقت پیش گفته بود کسی رو من حساب نکنه. مامانم خیلی خسته است، ولی سر تو غور میزنه. از دست اونم ناراحتم، اما بیشتر از همه از دست داداشم ناراحتم. به خاطر اون ما محتاج اینجا شدی، اون ما رو محکوم به این زندگی کرد. داداشت بیگناهه، قاتل بالا سرمونه تو این خونه. دخترم با اون زیر یه سقف زندگی میکنیم، ما باید اول از دست اون خلاص شیم، باید ثابت کنیم داداشت بیگناهه. چه خبر آیشه؟ چه کار میکنی؟ آیشه منو کجا میبری؟ چه خبر آیشه؟ عزیزم، دختر مهربونم، این اخلاق تو عوض نکن، مبادا شبیه بقیه بشی. لیلا، لیلا،
بله. چی شده دخترم؟ از وقتی اومدیم خودتو حبس کردی تو اتاق؟ استراحت میکردم. خوبی؟ بیا یه خورده پیش بابات وایستا، من باید برم خرید. من میخوام دراز بکشم. ای دخترم تو رو خدا، پوشکش تمام شده، برای غذام یه چیزایی باید بخرم. یه خورده پیشش بشین، من برم برگردم. آیشه که پیششه، منو نکش پایین. بابات بد اوناقی میکنه، آروم نمیشه، فقط سعی میکنه یه چیزی بگه، اونم اعصابش خرابه. آیشه نمیتونه از پسش بر بیاد. بیا دخترم تو هم یه کمکی بکن دیگه، بریدم دیگه به خدا. باشه میام. برای شام چی بخرم؟ چی دلت میخواد؟ هیچی، هرچی دلت میخواد بخر. خیلی هم خستم اما مجبورم دیگه. بابا جونم یکم اینجا فایس الان میام. باشه، هیچ جا نمیرم. آیشه من دارم میرم. چی شد؟ اینا کجا رفتن؟ بردتش تو حیات شاید. چه میدونم؟ ای خدا. دیدی چی شد؟ آیشه کجاست؟ اگه میگفتی من میومدم میآوردم. تا اینجا آوردمش. آیشه کی بهت گفت بابا تو ببری بیرون؟ بیارمشون؟ نه نه ببرینش یه هوایی بخوره، اما خیلی نگردونینش، خستم هست، بهتره بذارینش تو قهوه خونه. چشم. بشینه اونجا یه خورده دیگه برش گردونی. آیشه بسپارش دست عمو احمد. بیا. اول میبرمش ساحل، بابا میخواد کنار دریا باشه. آره نمیخوام برم قهوه خونه، اونم امروز. همه دارن راجب شوکت حرف میزنن، فقط آیشه میفهمه چی میخواد. نگو میخواسته بره بیرون. چی شد؟ تو که میخواستی بری بیرون؟ گفتم الان که اتاقش خالیه جاشو عوض کنم، اینا رو هم بندازم تو لباسشویی، ملافه تمیز بذارم. من میکنم. نه نمیخوام با این حالت، من خودم کار میکنم. به شعور، به ساب، به مریض برس، بدو اونور، بدو اینور. به عوض میگم یه نفر رو بیاره کمکت. ای دخترم این مرد که اسکناس چاپ نمیکنه، به خود خجالت میکشم. حالا بمونه، تا جایی که بتونم میکنم دیگه. اونم خیلی ناراحت شد، خودشو به زور انداخت بیرون. کجا رفت؟ پیش وکیل؟ آره فکر کنم. باشه هرچه زودتر حرف بزنه، میخوان اعتراض کنن، تجدید نظر کنن، هر کاری که قراره بشه بکنن دیگه. تو نگران نباش. این مسخره بازی چیه؟ میگین یا نه؟ اگه آروم بشی البته که میگم.
این اسمش آدم دزدیه، گردن کلفتیه، یه جرم تو روزه روشن. یعنی چی آخه؟ این مدلی حرف زنی اصلا به تفاهم نمیرسی. منو برای چی آوردین اینجا؟ چی میخواین؟ این زمین آخرین زمینی بود که داداشم میخواسته بگیره. جای خوبیه، نزدیک شهرم هست. من با داداشم ارتباط نداشتم، خیلی وقت پیش راهمون از هم جدا شده بود. تو راه های خیلی جدا از هم دیگه نونمون از زیر سنگای متفاوتی در می آوردیم. دیدمون نسبت به زندگی، انتظارمون از زندگی، نحوه زندگیمون، همه چیزمون متفاوت بود. ما دوتا داداش مخالف هم بودیم. اگه بگم وقتی شنیدم کشته شده تعجب کردم، دروغ گفتم. میگن هر کی تو راه خودش جون میده. معلوم بود با عجل خودش نمیمیره. برادر خانومم مجبور شد از خانوادم رو محافظت کنه. میگفتم سالها قبل داداشم رو از زندگیم بیرون کردم، ولی وقتی مرد فهمیدم که اون همیشه به عنوان برادرم بوده و خواهد بود. هرچی باشه یه خون تو رگامونه، همون خونه دیوونه. لزومی نداره حرفو کش بدم، شنیدم داداشم دست تو یه امانت داشت، 5 میلیون یورو. مبلغی نیست که پیشو نگیریم. پول داداشتون دست من نیست، به شما اطلاعات غلط دادم. 5 میلیون یورو هم مبلغی نیست که فراموشم بشه. من بدهیمو تا آخر آخر بهش دادم. اینجوری میگی؟ آره، حتما بهتون گفتن که چجوری منو بدهکار خودش کرده بود. با اینکه اونجوری بود بازم پسش دادم، یعنی بدهی دیگه ای ندارم. خوب فکر کن. نه خیر، ندارم. باشه پس تنها بمون، یه خورده فکر کن، بهت زمان میدم تا حافظتو به دست بیاری. در ضمن تلفن همراتم بده به من. این دیوونگیه، واقعا نمیفهمم میخواین چی کار کنی. گفتم بده. درد سر درست نکن، بده. بازم هم دیگر رو میبینیم. هی کجا؟ سب کنین، نمیتونین منو اینجا بذارین. وایسی، چی کار میکنی؟ وایسی، نمیتونین برین. من چجوری برگردم؟ هی حالا چی کار کنم؟ لعنتی ها!